عزیزان سلام. سوال شده که آقای دکتر فرق بین ابدومینوپلاستی و عملهای کاهش وزن چیه؟ عزیزم یه چیز بگم، دو ربطی به هم نداره. ابدومینوپلاستی، ابدومین به لاتین یعنی شکم، پلاست زیبایی. عملهای زیبایی شکم را ابدومینوپلاستی میگن، یا مثلا به بینی میگن رینو لاتین. وقتی میخوان زیبایی بینی بگن میگن رینوپلاستی، عمل زیبایی بینی. پس ابدومینوپلاستی مثل زیبایی شکمه. یعنی مثلا خانم اومده 4 شکم زایمان داشته، پوست شکمش افتاده، الان دیگه تصمیم نداره دیگه حامله بشه. خب این پوست افتاده رو میخواد جمع کنه، به این میگن ابدومینوپلاستی. ابدومن شکم، پلاستی یعنی زیبایی. عمل چاقی فرق میکنه عزیزان. شکم خودش انقدر سفته که جا نداره حرکت بکنه، دیوار شکم میخواد بکنه. این فقط عمل دیوار شکمه که ابدومینوپلاستیه. اما عمل شکم اینه که بیان شکم رو واز کنن، معده رو در بیارن، ببرن، ازش 80% میبرن، 20% میزنن بمونه که این غذا نتونه بخوره، نتیجتا لاغر میشه. به این میگن عمل کاهش وزن، یا عمل سلیف میگنش، سلیف معده. خب یا عملای بایپاس میان یه قسمت از روده ها رو میبرن، معده رو وصل میکنن به روده آخر روده که هضم و جذب و اینا نشه و نتیجتا یه بدبختی داره. به این عمل ها میگن عمل کاهش وزن. حالا ببینید، ما یه مسئله داریم، اینه که دیوار شکم بین یه خانم خان تفاوت داره. ما یه سلول هایی داریم به نام فیبروبلاست. فیبروبلاست چیه؟ بلاست یعنی فیبر، یعنی فیبر یعنی بلاستیک. بلاست یعنی تولید کننده بلاستیک. یعنی چی؟ یعنی سلول هایی هست تو دیواره شکم، یه پروتئین که شیشی ایجاد میکنه، دیوار شکم خانم رو میکشه که چروک نخوره. بعضی خانم ها خلقتاً پر از فیبروبلاست هست که میتونه رشته های پروتئینی به نام کلاژین درست کنه که این بکشه دیوار شکمشه که چروک نشون نده. خاطر همین بینی خانم ماشاءالله انقدر فیبروبلاست زیاد داره، 4 شکم زایده، 5 شکم زایده، آخرین شکم وقتی میزاد برو بعد از یه سال نگاش بکن اصلا چروک نداره. چرا؟ چون شکمش پر از فیبروبلاسته. ولی بعضی خانم ها متاسفانه روزی که داشتن فیبروبلاست تقسیم میکن اصلا تو صف نبودن اینا. بله میبینیم یه شکم بیشتر بدبخت نزایده، ولی چون فیبروبلاست دیوار شکمش کمه، کلاژین کمتر میسازه، خاطر همین میبینی این خانم بند خدا با یه شکمش پر از چروک شده. این حالت ها، یا نه مثل من، آقای فلانی اومد پیش من از بابل 102 کیلو کم کرد، سید محمد رضا حسینی 102 کیلو کم کرد. آقا این شکمش داغون شد. 102 کیلو میدین چی؟ یعنی تقریبا نه 2 قلو، نه 3 قلو، این 15 قلو زایی من کرد. متوجه هستیم پس شکم داغون شد. که من گفتم اگر محمد رضا اگر خیلی اصرار داری میتونیم بری عمل کنیم این پوسته اضافه رو برداری. گفت نه، میره توی شروالم نشون نمیده خودشه، پس هیچ خیالم راحته. نرفتم. یعنی خانم هم میرن دنبال، یعنی ولی آقایون کمتر میرن دنبال. خاطر همین پس ببینین وسه افرادی که زمینه وسه ابدومینوپلاستی دارن کیان؟ 1، خانم هایی که زایمان کردن شکمشون کوچیک شده دیگه نمیخواین حامله بشن، اینا یه گزینه وسه ابدومینوپلاستیه. گزینه دوم میشه اینا عزیزانی که چاق بودن لاغر شدن، با تغذیه لاغر شدن، الان میخواد این چروکای شکمش، پوستای شکمش اضافه رو بردارن، اینم رقم دوم گزینه هایی که واسه ابدومینوپلاستی میرن. خانم هایی که یکی دو سه شکم زایدن و دیوار شکمشون خیلی خراب نیست،
میتونن با ورزش اینا رو از بین ببرن. و آقایونی خانم هایی که میان وزن کم میکنن تو محدوده 20 کیلو 30 کیلو تو محدوده 20 30 کیلو میان وزن کم کنن، اگر بتونن ورزش های مخصوص برنامه رو بگیرن در هنگام کاهش وزن، نه بعد از کاهش وزن. ببینید بعضی بعد یا وقتی وزنش تموم شد و وزنش کاهش وزنش تموم شد میبینه شکمش خرابه، نه از فایده نداره دیگه الان بری واسه ورزش. ورزش وقتی مفیده که هنوز شروع برنامه تازه شروع شده بود، کم کم میاد دیوار شکم تقویت میکنه، تقویت میکنه، فیبروبلاست میسازه 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 تا بتون جمع بکنه. ولی اگر بعد از که برنامه به اتمام رسید دیگه بری وسیله ورزش دیگه خیلی مفید نیست. بس عزیزان حتما هنگام کاهش وزن بس ورزشین هم بگیرین از ویتامین که بتونین موفق بشین در برنامه کاهش وزنتون. موفق معید بشین انشالله.